یو چطور این بچه ها؟ من تاپ لیزم و خیلی خوش اومدید به پارت چهارم سری افشاریه. بچه ها من خیلی برای این پارت ذوق دارم، چون توی این پارت قراره که با عثمانی بجنگیم و اصلا نمیدونم آماده هستیم برای این کار یا نه. عثمانی الان کشور خیلی قدرتمندیه، مصطفی سوم داره حکومت میکنه و نظام کشورشون هم پادشاهی هست. عثمانی همزمان با ما با پرتغال و برزیل هم توی جنگ قرار داره که این هم کار ما رو جالب میکنه. ولی بحث اصلی که بچه برای ما وجود داره توی این پارت مشخص میشه که نادرشاه رو میکشن توی این ماد یا نه. اگه نادرشاه قرار باشه که برای ما بمونه، اون زمان خیلی اوضاع میتونه به نفع ما باشه، ولی اگه یهو بکشنش وسط جنگ، مطمئنن دیگه ما بازی رو اصلا میبازیم، باید هارد سافایرون رو پاک کنیم بذاریم کنار. و بچه دو تا موضوع هم هست مربوط به پارت قبلی. من توی پارت قبلی اینجا رو اومدم توضیح بدم جریان بین پروز و حالا فرانسه و این کشورهای آلمانی زبان رو، و فکر کنم خیلی بد توضیح دادم و اصلا منظورم رو خیلی ها برعکس متوجه شدن. بچه من منظورم این نبود که فرانسه اومده و اینجا آلمان رو تشکیل داده، نه. من گفتم جنگ هایی که فرانسه اینجا را میندازه با این کشور کوچولوهای آلمانی موجب تشکیل آلمان میشه، اوکی؟ که همین رو هم من باز اشتباه بیان کردم. ببینید بچه‌ها، ما یه دونه اینجا پروس داریم، پروسیا اسمش، خب که البته انگلیسیش کلا یه چیز دیگه میشه، ولی فارسی این کشور میشه همون پروس یا پروس. در هر صورت این به کنار، اینها آلمانیان، اینها ذاتاً آلمانیان. در آینده کل این کشور کوچولوها قراره که بپیونده به این کشور پروس، ولی چه اتفاقی میفته که اینا بهش میپیوندن؟ همین جنگ هایی که الان فرانسه داره با این کشور کوچولوها میکنه. فرانسه داره الان از عدم اتحاد این کشورهای آلمانی زبان استفاده میکنه. هر شهر آلمانی زبان الان برای خودش یک حکومت مستقل داره و فرانسه هم از این که اینها با هم متحد نیستن، از هم جداان و قدرت چندانی هم ندارن، استفاده میکنه و یکی یکی میخواد این کشورها رو بزنه و این کشورها هم قراره که متوجه این موضوع بشن و در نهایت با پروس متحد شن و در نهایت در آینده حالا امپراتوری آلمان قراره به وجود بیاد و همینطور بیاد جدا. ولی زمان این اتحاد هم الان نیست، در آینده. استارتش از الان خورده، استارت جنگ های فرانسه با این شهرهای آلمانی زبان از الان خورده. کل موضوع اینه. جدایی از این، من یه چیز دیگر هم اشتباه کلن بهتون توضیح دادم و سرش ما الان مشکل داریم، و اونم اینه که من به این مورد میگم سالت، نمک، و شما ها میگید که نه، این همون باروته. که اوکی، این اگر باروت بود باید اسمش چی میشد بچه‌ها؟ باید اسمش گامپادر میشد، اوکی؟ پس این باروت نیست. اومده جلوش نوشته که آقا پتاسیم نیترات. پتاسیم نیترات هم استفاده های مختلفی داره. من الان تو خونم دارم، میخواید برم بهتون بیارم نشون بدم؟ حیف حالشو ندارم. ولی با پتاسیم نیترات خیلی کارا میشه کرد. مثلا من به گلام میدم، به گیاهام میدم، اوکی؟ هم استفاده کشاورزی داره، هم استفاده بمب دودزا داره، هم به عنوان میشه گفت مواد منفجره میشه ازش استفاده کرد، ولی گامپادر نیست، باز اون قدرت اون حالت رو نداره. حالا یا مادسازا ما رو اسکول کردن به جای اینکه بنویسن گامپادر نوشتن سالت پتر، یا واقعا توی این سالها هنوز گامپادر کشف نشده بود از این استفاده میکردن. من در جریان نیستم، ولی خب ما حالا به این میگیم نمک. اینم که میگم گامپادر هی یادم میره مادر فارسیش. همین یه دقیقه پیش گفتم الان یادم رفته باز، ولی در هر صورت بریم آقا آماده شیم برای جنگ هامون. اگر بچه بخوایم تاریخی پیش بریم، نادرشاه بعد جنگ هند میاد میره بالا سر عمان، اوکی؟ و ما باید این کار رو انجام بدیم دیگه، بعد عمان رو بزنیم. حالا کاری که من میام انجام میدم، این کلونی سازی هامون رو ادامه میدم، این از این. ولی توی این پارت یه نقشه‌ای هم باید بچینیم برای زدن عمان. برای این موضوع هم من یک تعداد باید کشتی نظامی روی کار بیارم تا بتونیم باهاش عشق و حال مجاز دنیوی انجام بدیم، که میزنم از این مورد واسه مواله یه تعداد تولید بشه. توی این سالها این کشورهای اطرافمون نیروی دریایی چندانی برای دفاع ندارن و ما یه تعداد نیروی دریایی تونستیم که خفت کنیم از هند، 13 تا هن، خیلی کمه، ولی باهاش میتونیم واقعا یه کاری بکنیم. واسه من مستقرشون کنم روی پرژن گلف و ببینم اسکورت چند درصد میتونم به
به ما بدن. این خیلی مهمه. بذار ببینیم اصلا نیروی دریایی کشورهای دیگه اینجا حضور داره یا نه. که رسید به 85 87 خوب داره میره بالا. هیچ کشوری اینجا نیروی دریایی نداره از همسایگان ما. حالا بذار اینا رو بذارم روی حالت ریکون تا ببینیم چیکار دارن میکنن چیکار نمیکنن. کلونی سازیمون هم انجام شد. اینا یکم ریکونایز بکنن ببینیم اونجاها چه خبره. برگردیم این ور. یه تیک خاک هم اینجا مونده بچه‌ها. هیچی هم نداره ها ولی رو مخمه. اینم بگیریم. بعد دیگه افریقا رو همینطوری میندازیم میریم بالا. از اونجایی که شما از کلونی سازی خوشتون اومده بود ما هم توی این پارت انجامش میدیم. ولی از بخش کانستراکشن بچه‌ها برای این پارت من چیکار کنم؟ میذارم جاده‌های اینجا لولاپ بشه. علاوه اینکه کارخونه نظامی به تعداد بسیار زیاده. یعنی تا جایی که میشه کارخونه نظامی نیاز داریم. این از کانستراکشن های این پارتمون. و از این بر چی داری میگی داداش؟ اینو که من آپدیتش کردم که برادر. در هر صورت ببندیم بیایم بیرون بریم سر وقت فوکس که دیگه فوکس لیستمون هم بچا انجام شده. البته که من کانستراکشن انجینیرینگ رو باید آف کنم و بیام سراغ فوکس های دریاییمون چون دیگه میخوایم نیرو دریایی هم راه بندازیم. ولی از اونم که بگذریم بریم سر وقت بخش ریسرچ و یه مقدار دیگه هم بچا ریسرچ جلو ببریم. من میخوام آرتلری رو روی کار بیارم. یعنی ببین اگه سر عثمانی بچه آرتلری نبریم عثمانی یه طوری ما رو میزنه که توی تاریخ نوشته بشه. پس از همین الان باید روی آرتلری ها کار بکنیم و علاوه بر اون نیروی دریاییمون هم باید خیلی روش کار کنیم. من این یه مورد رو من آف وارز رو تا لول 3 جلو آوردم. لول 4ش رو هم میزنم که برامون باز بشه و جدای از اون لوجستیکمون رو هم یه چکی من بکنم که اوضاع این خیلی بده دیگه حاجی. اکیوپمنت اسب سوار نیاز داریم. پس بریم سر وقتش رو تولیدش کنیم تا جایی که میتونیم. کل کارخونه ها رو اختصاص میدم به همین موضوع و امیدوارم که بتونیم این کمبود رو تأمین کنیم تا زمان شروع جنگ. ولی خب اول ما قراره که عمان رو بزنیم بعد بریم بالا سر عثمانی. پس زمان کافی برای همه این کارا داریم. ولی خب فعلا یعنی من نمیخوام کار اشتباهی بکنم کار گنده ای بکنم که دردسر ساز بشه. پس میام یه جاستیفای وار به چیز میدم به عمان که 160 روز دیگه بریم عمان رو جمع کنیم و تا اون زمان یه مقدار آرتلری و اینجور چیزا میتونیم تولید کنیم برای جنگ با عثمانی. جنگ با عثمانی واقعا قرار جنگ سختی باشه. پس باید آماده باشیم وگرنه شکست میخوریم. حالا در این بین بچه‌ها یه مقدار هم باید به کامندر هامون برسیم دیگه. این بنده خداها زحمت کشیدن توی جنگ ها الان مدال میخوان چیز میز میخوان واسه خودشون و ما باید این چیزا رو بهشون بدیم. من مدال اینها رو میدم بچه ها. علاوه بر کاماندر هامون نیروهایی هم که دارن بعضی از نیروها کارهای خوبی توی جنگ انجام دادن. برای مثال آفیسر بصیر کاووسی توی تاریخ 15 اکتبر 1777 یعنی 3 سال پیش توی جنگی که حالا با هند یا مغول ها نمیدونم با یکی از اینا داشتیم تونسته بخشی از سیج غزنی رو بگیره توک کنه. نمیدونم حالا جریانش چیه ولی میتونیم از این بابت بهش مدال بدیم. دیورژن اتک میتونیم، ریکاوری ریت میتونیم، سوپلای میتونیم و دیفنس میتونیم که ریکاوری ریت همیشه بهترین گزینه است برای مدال دادن. حالا بذارید من بیام یه ریسرچ جدیدم بزنم که یه دونه نه زیاد باید بزنم چون این یکی هم داره انجام میشه. بودا انجام شد داداش. اینم از این. بریم دو تا ریسرچ جدید هم بچه بزنیم آرتلری ها رو تا ته ببریم جلو. کشتی همون هم روش باید خیلی کار کنیم. ولی خب برگردیم الان سر وقت این مدال دادنا. من به همه این یگان هایی که لایق میشه گفت مدال هستن مدالی قرار هست بدم که ریکاوری ریتشون رو بالاتر ببره. ریکاوری ریت واقعا مهمه. اتک هم خوبه ها ولی ریکاوری ریت یه چیز دیگه است. با پولیتیکال پاور هم هست. هزینه چندانی نداره. فقط یه مقدار حوصله میخواد این مدال دادنشون. فقط همین. برای مثال این یکی یگان یا این یکی دیورژن خیلی خوب بوده. دو تا مدال باید بهش بدیم که من یه دونه ریکاوری ریت میدم یه دونه اتک میدم. اینا خیلی خوب بودن. توی جنگ با هند عالی نواختن. یعنی واقعا فکر کنم این همون یه دونه ایه که ما از اینجا
قیچی کردیم، اومدیم باش رفتیم پایتخت گرفتیم. فکر کنم اون همون بود. و حالا در هر صورت من راضیم ازشون. من خیلی از نیروهامون راضیم. فقط اون بخشی که این نیروها هستن رفته پشت دوربین من و من نمیبینم اینها رو که باید به کی بدم، به کی ندم، مدال منظورمه. نمیبینم اینا رو، پس مجبورم اینطوری خم بشم. ولی در هر صورت بریم سراغ پیاده نظام، مدال اینها رو هم بدیم. کلا من مدال همه رو میدم برمیگردم. اوکی بچه‌ها، من مدال همه رو دادم و اینم الان یادم افتاد. توی کامنت ها نوشته بودید که اینا مغول نیستن، مغالن، و درست هم میگفتید. دمتون گرم که انقدر شماها با سوادید، انقدر اطلاعات عمومیتون بالاست. جدی حال میکنم، جدی ها، یعنی واقعا وقتی میایید ایراد میگیرید جدی حال میکنم. یعنی گفته بودید که اینا مغالن و حال نمیدونم درست دارم میگم یا نه. دوباره مغالز دیگه، این باید باشه دیگه در هر صورت. و فوکسمون هم بچا انجام شد، بریم سر وقت یه فوکس دیگه بزنیم اینا هم انجام بشن. و ریسرچ هم باید بزنیم که انجام بشن. میشه گفت ریسرچ اسپید خوبی برای ریسرچ های دریایی داریم. مناف وارمون رو هم باید آپدیت کنیم بچه ها. نسخه جدیدش رو داریم، آیدیش رو داریم، اگه البته بازی بذاره بیاریم که اوکی. اول باید پریست بهش بدیم که این هم از این. و الان باید که ریپلیس این یکی بشه. به 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 به، عالی عالی. فقط چرا نمیتونیم ازش تولید کنیم؟ کم بود که نداریم. الان برای هر کدومش بچه یک سال قرار که زمان ببره. خب این خیلیه، این جدی خیلیه. آیا میتونیم کاری برای این موضوع بکنیم؟ که نه. چیکار میخوای بکنی داداش؟ هیچ کاری نمیشه کرد. و این بده، داکیارد با اینکه 5 تا اختصاص دادیم بچه‌ها، ولی باز هم یک سال قرار زمان ببره. خیلیه ها، خیلیه. و با این حساب مجبوریم اینو کلن کنسلش کنیم. بیایم کشتی های خیلی کوچیک و ضعیف و ناچیز بسازیم که اصلا همچین هزینه‌ای برای ما نداشته باشه. اینا مثلا خیلی آسون ترن. ببین الان 27 آپریل قراره یکیش ساخته بشه، یعنی برای هر کدومش حدودا میشه گفت 20 روز زمان نیازه. و این عالیه، میتونیم تعداد خیلی زیادی ازش رو آموزش بدیم. خودم هم از عمد مدل یکش رو برداشتم، میتونستیم اپگریدش کنیم. ولی در هر صورت پروس هم با دانمارک نروژ وارد جنگ شد. اینم موضوع جذابیه. من بیام از اینجا اینم بزنم انجام بشه واسمون. چند روز تا زمان جنگمون باقی مونده که حدوداً 80 روز، که خب زمان زیادیه بچه، به قطع زمان زیادیه. و من نمیخوام دیگه فوکس های مربوط به نیروی دریایی رو انجام بدم، چون فقط داره به همون ریسرچ اسپید میده و این اصلا چیزی نیست که ما بهش نیاز داشته باشیم. پس میام از این بخش دوباره کانستراکشن انجینیرینگ رو میارم روی کار، اعتراضات رو هم یه چک میکنم که اوضاعش خیلی خوبه، و در نهایت میام از بخش کانستراکشن. این بار دیگه واقعا تا جایی که میشه فقط کارخونه نظامی من میخوام، یعنی واقعا به کارخونه نظامی بچه نیاز داریم. بازی هم دمش گرم، نمیدونم چجوری ولی بهمون بیلدینگ اسلات داده. پارت قبلی بیلدینگ اسلات های ما تموم شده بود، ولی الان دوباره انگار یه تعداد داریم که این خیلی خوبه و باید ازشون استفاده کنیم برای ساختن کارخونه های نظامی. حالا در این بین یه تعداد هم اسب سوار زدم آموزش پیدا بکنن که کردن. نایس، 12 تاش اینجاست، این عالیه. ولی خب باقیش هم باید آموزش پیدا بکنه دیگه، خیلی نیاز داریم، خیلی. ولی بحثی هم که هست آقا، واستا ببینم این 25 تا پیاده ان. خب این بده، بذار من یه تعداد از این پیاده ها رو بچا من پاک کنم. خب 5 تا از این پیاده ها رو من پاکشون میکنم. این از این که این کاماندرمون بشه 20 واحدی. حالا از اون بر این کاماندر 18 واحدی اسب ما، 2 واحد اسب کم داره که من این دوتا رو میدم بهش، اینم بشه 20 واحدی باز. و حالا این وسط ما چند تا اسب دیگه نیاز داریم؟ 12 تا اسب دیگه نیاز داریم که بتونیم یه کاماندر فول و کامل بسازیم. پس باید یه دور دیگه هم اینا آموزش ببینن، بعد اون دیگه آموزششون رو کنسل میکنیم. حالا تا اون زمان نمیخوام نیروها تمرین کنن، نمیخوام اسلحه و اینا به هدر بدیم، پس دست نگه میداریم سر این موضوع. دیسیژن خاصی هم نداریم بچه ها، گاورمنتمون هم تشکیل دادیم، تموم شده رفته. یه مقدارم حالا میتونیم بیایم از این بخش اکسپی و اینا خرج بکنیم که بدکم نیست. بیا
این اینجا این از این که نداری. اوکی. و او بچه یه دونه اکسپی خیلی خفن هم داریم که اسمش لایف اکسپریانسه و هر چقدر طول تمدنمون بیشتر بکشه، که البته اشتباه گفتم، هر چقدر بیشتر حکومت کنیم بازی از اینها بهمون میده که میتونیم از اینجا یه سری چیزامون رو ارتقا بدیم، جنگ و چه بدونم قانونگذاریمون رو اینهامون رو میتونیم بهتر کنیم. یه علامت میاد رو اون میزنیم لول اپ میشه و حالا یه سری بانس ها میده. همونطور که میبینید الان 3% پولیتیکال پاور داریم من اینجا میگیریم، 3% از زمان آموزش نیروهامون کم شده که اینم بخش خفنی، من پارت قبلی تازه فهمیدمش. ولی از اینا هم که بگذاریم، توی این ماد که بخش کمپانی نداریم، داریم. نایس. خب یه از پوینت هامون استفاده بکنیم بچه ها، چرا نکنیم. یه پولیتیک به ما میدیده داشت که نداره، اصلا پولیتیک نداره، کلن یه کمپانی داریم. اوکی، میتونیم آرتلریمون رو لول اپ بکنیم که اینو انجامش میدیم. پولیتیک هم که بهمون نمیدی، شرکت دیگه ای نیست دیگه داداش. او اینم هست برای اسلحه هامون. تو هم که پولیتیک نداری. اوکی، ولی بذار من اینا تو انجام بدم رندوملی، همه اینها رو من انجامشون بدم تا برسیم به حد خیلی زیبا و خوب و تمام. پوینت هامون تموم شد. حالا بیایم ببینیم اینجا چی رو میتونیم لول اپ بکنیم که میتونیم اسلحه‌مون رو بهتر بکنیم. اینم موضوع خفنیه. حالا از اون ور برای این چیز میزای اسب، این نداره. اوکی، این کمپانی نداره و ساپورت اکوپمنت اینم نداره. اوکی، اسلحه‌مون رو الان میتونیم از این اسلحه تولید بکنیم که لول اپ شده است، لول 2. یه مقدار میشه گفت که بهتر شده. برای اینا هم باید بشه سوپلی کنوای و اینها، ولی در هر صورت فعلا دست نگه میداریم و منتظر میمونیم که 12 واحد نیروی جدید از اینجا بیاد بیرون. 14 واحد البته اینا بیان بیرون که حالا نصف و نیمه هم میتونم بکشمشون بیرون، ولی نمیخوام عجله کنم، فقط همین. اینجا هم یه مقدار باید کلونی سازیمون رو ادامه بدیم. و چقدر دیگه مونده تا زمان جنگ؟ که 60 روز خیلی مونده، ولی خب عیبی نداره، صبر میکنیم بچه ها. بیلدینگ اسپیدمون فوق‌العاده شده بچه ها، ببینید چجوری دارن میسازن لعنتی ها، اونم تازه وقتی که سرعت بازی رو 4ه. بذارم رو 5 ببینید اصلا در جا قراره همشون برن پی کارشون. ایزی. یعنی ببین اصلا عاشق این وضعیتم. یه بند داره کارخونه نظامی بهمون اضافه میشه. از اون ورم کلونی سازیمون انجام شد، بریم بزنیم یه منطقه جدید هم به ما اضافه بشه. من دیگه اینجاها رو چک نکردم و بچه منابع خاصی هم البته توش نیست، ولی چک هم نکردم که ببینم چیا هست چیا نیست. اینجا برسیم 12 واحد برای مثال چوب هست که این خوبه، ولی جدای از اون چیز خاص دیگری وجود ندارد. فوکس نمیخواد بزنیم، ریسرچ ها رو دارم اتوماتیکلی خودم میزنم، کانستراکشن هام عالی دارن جلو میرن. ولی این وسط بچه یه کات ریز بدیم، هم زمان جنگمون برسه، هم کانستراکشن ها ساخته بشن و هم نیروها آموزش پیدا بکنن تا با هم دیگه بریم بالا سر عمان. که اوکی بچه، همه این اتفاقات میشه گفت که الان افتاد. نیروهامون ساخته شدن. الان چند واحد بدون کاماندر داریم؟ 26 واحد. عالیه. 4 تاشو ازش کم میکنیم و میدیم دست یک کاماندر که حتماً باید کاماندر سواره باشه. که داریم کسیو یا نه؟ یه کاماندر خوب که داریم اینه، ولی اینم برای پیاده است. اینم برای پیاده است. برای سواره کاماندر خاصی آیا داریم یا نه؟ من که نمیبینم. این مدالاشون مهمه دیگه بچه ها. مدال اگه زیاد داشته باشه یعنی خوبه. اینو میاریم، یه مدالم داره، چاره ای نیست، با همین باید بسوزیم و بسازیم. ولی این وسط اینو ببین، الان دادم به اینا، البته اشتباه کردم، اصلا 4 تا کمتر بعد بهش میدادم، فکر کردم شبیه آرت سافایر رو معمولی میشه که اینجا چیز کرد، ولی انگار نمیشه چیز کرد. در هر صورت این 4 تا رو پاک میکنم، این بشه 20 واحدی. حالا کاری که من میخوام بچه بکنم اینه که این آقای شمس رو میخوام من ارتقا درجه بدم به سرلشگری. دیگه نمیخوام کاماندر باشه، میخوام سرلشگر باشه. اوکی، از کاماندری هم میخوام برش دارم و جاش یه دونه فیلد کاماندر بیارم برای این کار، یه فیلد کاماندر ساده که اینم از این. حالا این داشمون باید بیاد جای شمس رو برای ما بگیره. این از این، خود شمس باید بیاد بشه سرلشگر این دوتا کاماندر. اینم از این. اوکی، تا اینجای کار همه چیز درست و خفن. الان
پیاده نظام ما دست نادرشاه، سوار نظام ما دستای شمس. البته من اشتباه زدم یک مقدار، واسه تو بیا اینجا، تو هم بیا این بر. تموم شد و رفت. الان این دوتا کاماندر هر دو سوار نظام دارن، کاماندرایی هم که زیر دست نادرشاه هستن همشون پیاده نظامن. این تا اینجای کار به خوبی و درستی که پیش اومدی. آموزش نیرو بچه دیگه نداریم، ولی در آینده بایستی که شروع کنیم به تولید آرتلری. ولی تا اون زمان بچه من میام میزنم از اینجا تولید آرتلری باس ما شروع بشه. یه مقدار آرتلری فیلد نیاز داریم، یه مقدارم از این یکی اگه تولید کنیم بدک نیست. مورتارم یه تعداد کم میخوام بزنم تولید بشه. و در این بین اسلحه هم نیاز داریم خیلی زیاد، چون دیگه الان داریم وارد جنگ میشیم. و از اون ور سپورت اکوپمنت 6000 تا داریم، خوبه، ولی بذار اینجا باشه یه مقدار. و در نهایت اینم من میارم بچه ها، این آنتی تانکه 800 تا داریم، ولی خود تولید کنیم تا جایی که میشه. و از اون بر سوپلی کنووی نیاز داریم که نه فکر نکنم، ولی سپورت اکوپمنت مطمئنن اینم نه، کاورلی اکوپمنت اینم نه. پس اسلحه رو ببرم بالاتر، تمام آقا، تا جایی هم که میشه اسلحه تولید کنیم. اینم از این، این تا اینجای کار. حالا بحثی که برای ما پیش میاد اینه که بیایم بزنیم باز هم کارخونه نظامی برای ما ساخته بشه، یعنی هر چقدر ساخته بشه کمه. باز یه تعداد جاده هم میزنم لول آپ بشه و تمام. الان نوبت میرسه به چی؟ به اعلان حمله به عمان. ولی قبلش نیروها باید پاشن بیان هرمز، چون میخوایم از اینجا روشون بندازیم. و حالا بدون ایریا دیفنس دیگه، دستی خودتون بیاید هرمز وایسید. دمتون گرم، پاشید بیاید اینجا ببینیم دنیا دست کیه. یه اعلان حمله ریز هم من به اینها بکنم که دیگه توی جنگ باشیم با هم دیگه. حالا الان بحثی که برای ما وجود میاد اینه که من میخوام با سوار نظام به عمان حمله کنم و یه مقدار کار غیر منطقیه، ولی خب انجامش میدیم دیگه. این از این، این از این و اینم از این. بریم ببینیم چی میشه. ارور خاصی کاماندرمون نمیگیره و مطمئنن هم میتونه راه بیفته و بیاد اینور. ولی خب تا نیروها بخوان راه بیافتن و برن عمان 140 روز قراره که زمان ببره و خب این جدی تایم زیادیه. حالا بذار این وسط نادرشاه رو من بفرستم مرز عثمانی تا ببینیم چه اتفاقی میفته این بر. و جدای از اون نیروی دریایی رو هم چک کنم ببینم تولیدات جدیدمون در چه حدن، که کلن 5 تا کشتی نظامی جدید داریم که نمیشه روشون حساب کرد. حالا من امیدوارم بیشتر بتونیم تولید کنیم، ولی خب خیلی کمه تا اینجای کار. یه مقدارم تولید اسلحه رو میارم پایین تر، آرتلری رو میبرم بالاتر، چون به نظر من خیلی نیازه. و حالا بریم منتظر بمونیم زمان جنگمون با عمان از راه برسه. و خب بچه من سرعت بازی رو خیلی بردم بالا تا سریعتر زمان این جنگ برسه و خیلی مملکتمون سرعت گرفته بچه. من واقعا راضیم، این ریسرچ ها دم به دقیقه دارن انجام میشه. من این پارت فکر کنم واقعا بتونیم تموم کنیم ریسرچ های بازی رو، چون همه شون رو انجام دادیم. این خیلی خفنه. نیروی جدیدم آموزش نمیدیم فعلا، ولی بذار اینها رو بزنم تمرین کنن. کلونی سازیمون هم انجام شد، بیایم اینجا یه منطقه جدید بزنیم که بگیره برای ما. ولی از این ور یک ضعف شدید در نیروی دریایی داریم، باید ببینیم نیروهامون راه میافتن به سمت عمان یا نه. حدوداً 8 تا یا 9 تا 11 تا کشتی جنگی تازه هم تونستیم بسازیم. اینها رو بذار ببینم میتونم بدم. اوکی، دادم دست همین کاماندر. امیدوارم بهتر بشه اوضاعش و ارور این داشمون از بین بره و بتونه که نیرو منتقل کنه توی این دریا، چون این اگه نتونه خیلی بد میشه، خیلی خیلی بد. تا زمان انتقال نیروهامون به عمان هم چیز زیادی باقی نمونده. و خب سیستم اینطوریه که اینها باید بیان یک ذره خاک بگیرن و سریع باقی نیروها و ایریا دیفنس خودشون رو برسونن به عمان و باید ببینیم که میتونن برای این کار موفق باشن یا نه. ریسرچمون هم انجام شدن، دو تا ریسرچ جدید من خیلی سریع بزنم. یهو میبینی درگیر جنگی میشیم، ریسرچ یادمون میره، کارخونه نظامی جدید داریم. نایس نایس، واقعا عالیه. کمبود شدید سالت پتر هم داریم، نگو که این همون گامپادره. بریم برای وارداتش آقا. بذار ببینم کجا میتونیم وارد کنیم. و پرتغال میتونیم بذاریم از پرتغال بیاد. این از این. آهنم کم داریم که فرانسه داشم. بدید بیاد آقا، بدید بیاد. اوضاع عالی، اوضاع عالی، جای همتونم خالی. جاده ها رو هم بزنیم مکس بشه، عشق کنیم. دیگه نگاه نمی کنم کجا چی داره ها، اینا رو من نگاه نمی کنم. هر چی نیاز باشه ما میزنیم که بیاد واسه
همون. تولیدات دریایی خیلی کمه بچه، واقعا نمیدونم چی کار میشه کرد. من کل نیروی دریایی رو برای اسکورت میارم اینجا، ولی فکر نکنم کاری بتونن جلو ببرن، واقعا فکر نکنم. پس میزنم نیروی دریایی اول شروع کنه یه مقدار اینجا مینگذاری تا ببینیم دنیا دست کیه. آقا یه مقدار مینگذاری کن اینجا، هم مینگذاری کن هم اسکورت کن، ببینیم چی میشه. اینطوری بخوایم پیش بریم. این پارت کلن اختصاص پیدا میکنه برای عمان. داداش من میخواستم عثمانی بزنم، این چه وضعیتیه؟ جدی بچه 40 دقیقه است دارم ویدیو میگیرم، باورم نمیشه، باورم نمیشه 40 دقیقه گذشت. نمیدونم به من داره خوش میگذره، جریان چیه، چرا باید اینطوری باشه، اینشو نمیدونم. ولی در هر صورت تولیدات دریایی سابق رو من کنسل میکنم و میزنم کوروت یا تعداد واسم تولید بشه، فقط همین، ببینیم چی میشه. کوروت سبک هم میخوام، همین رو سیو میکنم میزنم تولید. یکم تولیدش زمان بیشتری خواهد برد، ولی خب چاره ای نیست، اینایی که الان داریم کاریو نمیتونن جلو ببرن، میدونی بحث اصلی اینه. نیروی دریایی هم نمیتونیم از جایی بخریم کشتی و اینا، علاوه بر این داکیارد هم نمیتونیم بسازیم، ظرفیت این استانها پره و این بده، از این افتضاحه. ما میتونیم از این بخش با لول اپ اینها خب اینجاها چیز بگیریم، بیلدینگ اسلات بگیریم با استفاده از لایف اکسپریانسمون، که حالا من لول اپ دادم اونو. داد فکر کنم بهمون بیلدینگ اسلات هم، ولی اینکه کجا دادو نمیدونم، این خودش یک سوال بزرگیه. حالا من میذارم باز برای ما این چیز میزهای دریایی تولید بشه دیگه، انتخاب دیگه‌ای وجود نداره. و نایس بچه‌ها، نیروهامون شروع کردن راه افتادن، ایول نمیدونم چه اتفاقی افتاد ولی نیروهامون راه افتادن، نایس. حاجی بگیر این شهر رو، بگیر 20 واحد و یک جا ریخته بالا سر اینها، و امیدوارم فقط بتونه این شهر رو بگیره، فقط همین، اینجا رو بگیره کار تمومه. خیلی اوضاع بدی دارن نیروهامو، واقعا معلوم نیست بتونن پیاده بشن یا نه، اوضاع خیلی بده توی این جبهه و شکست خوردن. وای وای بچه‌ها، وای، یکی یکی دارن شکست میخورن و برمیگردن. خب اینو چیکار میشه کرد این وضعیتو؟ این وضعیتو چیکار میشه کرده؟ جی وای، اینا اگه همشون قرار بشه شکست بخورن و برگردن که ما بیچاره ایم. اصلا دقت کردید به این موضوع یا نه؟ بگو که پیاده شدی اینجا، بگو اینجا پیاده شون، یا همه دارن برمیگردن برادر. هولی، کل 20 واحدمون برگشت، واقعا این جنگ جنگ آبروبری بود برای ما. من دوباره بذار اتک بدم به اینا، اینطوری نمیشه. من دوباره به اینا آقا اتک میدم، این بار اینوری تر میدم اتکمو. مگه من شماها رو رها میکنم؟ مگه ولتون میکنم؟ چند روز دیگه را میافتید؟ 140 روز دیگه. اوکی اوکی، منتظر میمونیم، هیچ مشکلی هم نیست، پایتختتون این بار اصلا میگیریم. اینها ما رو مسخره کردن، بریم منتظر بمونیم آقا دوباره زمان جنگمون با اینا از راه برسه. کلونی سازیمون هم این بار انجام شده. هولی، عمان اینجا هم خاک داره، جالبه. بزنیم آقا اینم، اینجا رو هم بگیریم، منطقه بزرگیه به نسبت. کلا داریم همینطوری میریم جلو. گرفتن این منطقه هم برای ما هزینه داره ها بچا، فکر نکنید مفتی، هم منپاور خرج میکنیم هم کارخونه مردمی، ولی در هر صورت انجامش میدیم چون شماها دوست دارید. ولی کارخونه نظامی هم یه تعداد حالا بزنیم بچه ها، و از اون بر تولیدات رو یک چکی من بکنم. الان اون زمانیه که میتونیم آرتلری به نیروهامون اد کنیم، ولی من یونیت جدید آرتلری دار نمیخوام آموزش بدم، همین پیاده نظام هامون که بودن یه ساپورت آرتلری بهشون میدم، و از اون ور یه تعداد هم آرتلری ساده، همین، همینو سیوش میکنم، تموم شد رفت. برای غرچوها هم همین کارو انجام میدم، به اینها هم آرتلری من میام میدم، که نه البته بذار از این یکی بدم به این یکی ها. اینم از این، اینم از سیو شماها. برای غلام هامون هم بذار من انجینیر کمپانیو کدومو بدم کدومو ندم، همین آرتلریو میدم. مورتار اینجا هست یا نداداش؟ مورتار چرا اینجا نیست؟ مورتار چی هست؟ نمیدونم. ولی در هر صورت به اینا مارتری بدم، اینا رو هم سیو بکنم. دیگه به سواره ها نمیدم دیگه برادر، میدونی؟ حالا بذار ببینیم کمبود آرتلری مون چقدر قرار باشه. امیدوارم این تعدادی که تولید کردیم برامون کافی باشه. من چیزم کنسل میکنم دیگه مورتار رو، چون کاربرد چنده نداره. آرتلری رو میبرم بالاتر. برو بریم. برو که درسته. حالا این وسط چند روز دیگه راه میافتید داداش یای من؟ حدوداً 100 روز دیگه. سرعت بازیو پس تا جایی که میشه میبرم بالاتر. و جاده داداش، جاده، جاده برای ما بساز بودو عزیز دلم، تا جایی که میشه جاده ها رو لول اپ کن، یکم عشق کنیم ما اول. اینم از جاده هامون،
و حالا این وسط مسطا ریسرچ اولی من ریسرچ ها یادم رفته بود بچه ها. این پارت فکر کنم خیلی قرار طولانی باشه که عشق کنیم بچه ها. اصلا برام مهم نیست، هر چقدر دوست دارید بذار طول بکشه، هر چقدر شما ها عشقتون بکشه این پارت هم طول بکشه، چه ایرادی داره؟ دوره همی داریم حال میکنیم دیگه. فعلا دقیقه 50 رکورده و من هنوز کاری نکردم. این بحث عجیب غریبیه برای من، ولی در هر صورت من از این موضوع راضیم. خوب داریم پیش میریم، تازه داره جای جذاب بازی میرسه. ضعف نیروی دریایی رو فعلا نتونستیم حل کنیم، اونم بتونیم حل کنیم واقعا دیگه میشه گفت حرف ها میتونیم توی این دنیا برای گفتن داشته باشیم، چون ریسرچ هامون هم اگه دقت کنید با سرعت خیلی بالایی دیگه داره همشو انجام میشه دیگه. یعنی فکر کنم توی همین پارت من بتونم ریسرچ ها رو تموم کنم، چون دیگه ریسرچ دیگری من نمیبینم. او بچه خیلی تو عربستان میگفتید ببین به خدا نمیاد گزینه کلونی سازیش. اوکی عمان رو بگیریم شاید بعدم بتونیم. نه البته این به اون رب نداره. اینجا صحرای ربل خالیه، اینو دیگه تو جغرافیای 4 و 5 بعد خونده باشید. اینجا صحرای صعب العبوریه کلا. اوکی راه ورودش هم از این بره، یعنی عثمانی میتونه اینجا کلونی سازی بکنه، اینجا حتی خود عمان هم نمیتونه، یمن شاید اینجا مثلا بتونه ولی باقی اینها نمیتونه. اینجا کلا منطقه صعب العبوریه، هر کس که بیاد اینجا کلونی سازی کنه این منطقه رو بگیره اینجا هم بهش میده بازی اتوماتیکلی خودش، ولی ما با کلونی سازی نمیتونیم اونجا رو بگیریم. این از این، برگردیم سر مملکت خودمون. تایمو وا کنم آقا دیگه، تایمو وا کنم 40 روزم بگذره این بار ببینم اینا میخوان چیکار کنن. اتاک قبلی ما خیلی بد بود ولی این اتاک یه مقدار فرق ها داره و مطمئنن قراره که اوزا به نفع ما باشه درش. حالا اینم انجام شد، بریم اینم انجام بدیم. چند روز تا زمان حرکت مونده، فقط 20 روز بچه. به نظرتون این بار میتونیم عمانو بزنیم یا نه؟ همین الان تو کامنت ها برام بنویسید داشیای گلم از دلم، برام بنویسید. اگر درست نوشتید میام یه بوس براتون میذارم. ولی خب الان دیگه باید نیروها راه بیافتن که راه افتادن. نایس، امیدوارم بتونم پیاده شم، فقط همین. این وسط هم کلونی سازیمون فکر کنم انجام شد. وایسید نه انجام نشد. اوکی برگردیم این ور ببینیم اوضاع از چه قراره. جدی پیاده شید، جدی آبرو حیثیت ما رو نبرید. جدی ها، کلی از بچه ها الان کامنت گذاشتم. بدو بینم ناامیدمون نکن داشم. یه ریسرچ استات خالی هم داریم، اینو بزنم انجام شه. تمرین این نیروهای نادرشاه رو هم من کنسل کنم، هر چی که داشتیم و نداشتیم اون خوردن. هولی حاجی هولی، وای. یکی از بچه ها نوشته بودا حواستو جمع کن نیرو دریایی برای باکو نره. وای نباید اینطوری میشد. آقا بذار اینم من حل کنم. داکیاردای باکو، آخ باکو چرا باید داکیارد داشته باشه؟ آخ اوتو چیه مرد حسابی؟ وای سبینم همتون باید اینجا فارس هرمز اینجا باید بیان، اینا چرت و پرتا باید اینجا بیان. و نایس اینجا هم خاک گرفتیم آجی. پشمام یه واحد خاک گرفتیم. این یه واحدو ببینم سوسکی من میتونم اینجا ببرم اونور؟ البته کجا میخوام ببرمشون؟ اگه باقی نیروها نیان این یک واحد که سقط میشه داداش. حالا بذار ببینیم باهاش چیکار میتونیم بکنیم دیگه. نیروها که ما رو ناامیدی کردن، کلا همشون شکست خوردن برگشتن. اینجا هم که بندر نداره بخوایم نیرو پیاده کنیم. این یه واحدو من باهاش کاری میتونم بکنم یا نه؟ جدی امیدوارم به این موضوع که کشتنش. وای اونو کشتن. باقی نیروهامون رو هم الان میخوام بندازم بیرون. حاجی نکنه اسب سوار برای این کار بده. جدی من بذار پیاده نظام بیارم. واقعا اگر ایراد از اسب سوارهای زیبای من بوده باشه و پیاده نظام برای این کار مناسب بوده باشه من قهر خواهم کرد. بیاید اینجا بینم، همتون پاشید بیاید اینجا این بندر به این شهرها. بدو بینم یه بارم با این بذارید ترای بزنیم دیگه. آقا یه بارم با این ترای بزنیم. جدی یعنی فشار میترکم اگه ایراد اسب سوار بوده باشه. منطقی نیست اصلا این موضوع اسمان. ولی خب بریم ببینیم چی میشه. ریسرچ همون هم که یکی دارن انجام میشن. کلا این پارت پیش زمینه جنگ با عثمانی بود بچه، یعنی این پارت اتفاقات داخلش باید میافتاد مملکت به جای خوبی میرسید. این کل موضوعیه که وجود داره. کلونی سازی انجام شد، یه منطقه جدید رو هم بگیریم. کانسترکشن ها انجام شدن. هولی جاده ها رو من یک سر چک کنم که جاده های اینجا رو آقا یه لول دیگه ببر بالاتر. بعدش شروع کن به کارخونه نظامی. برو بریم ببینیم چی میشه. این برام که اوضاع به این شکله و نمیدونم، جدی نمیدونم بچه، اوضاع بدیه. نیروی دریایی متاسفانه جای اشتباهی ست شده بود. این من
من رو ناراحت میکنه. ولی خب بچه ها الان هست که نیروها دوباره هم بخوان راه بیافتن. این بار امیدوارم جدی کاری بکنن. جدی امیدوارم یه کاری بکنن این شهر رو بگیرن به هر نحوی کار میشه. کلونی سازی هم انجام شد. بریم بزنیم یه منطقه جدید رو هم بگیره. همینطوری داریم افریقا رو شخم میزنیم. عشق دارید میکنید یا نه؟ توی کامنت ها یه دونه برام بنویسید که دارید عشق میکنید و از اون ور حاجی هندو بیارم تو جنگ یا نیارم. فکر نمیکنم اونا هم بتونن کاری بکنن. جدی فکر نمیکنم. ببین اینطوری بخواد ادامه پیدا بکنه جنگ عمانو ول میکنم، میرم عثمانیو میزنم، بعد زمینی میام میزنمش. جدی توی این بره از تاریخ دریایی نمیشه کاری کرد. جدی نمیشه. عمان فکر نکنید خیلی الان قویه، خیلی خفنه که نمیتونیم. عمان از همه ضعیفتره. این که نمیشه واقعا عجیب غریبه. واقعا حالا نیروها دوباره راه افتادن. یه لحظه سبز شد، من امیدوار شدم، ولی باز دوباره قرمز شد. داداش باز دوباره قرمز شد. به روی حیثیت نادرشاه رو با بردیم با این جنگامو. من گفتم شاید ایراد از کوه. اوکی. ولی همچین شکست مفتزهانه ای از عمان واقعا بد بود. حاجی من چیکار کنم؟ اینو کجای دلم بذارم؟ ایراد از چیه دیگه؟ ما داریم درست کارمون رو میکنیم دیگه. من امریکا رو هم تو ملانیوم داون همینطوری زدم. اینا یه چوسه کشور خیلی خوب از مرزهای آبیش دارن دفاع میکنن. هیچ جای خالی هم وجود نداره. من با اینکه نیروهامون رو هم تقویت کردم، بهشون آرتلری هم دادم، اینا باز خیلی ضعیفن. خیلی ضعیفن. بذار ببینم، بذار یک مقدار دیگه هم همشون رو تقویت کنم. اینطوری جدی نمیشه. اینطوری آبرو حیثیت میره داداشم. اینم از این غلام ها رو هم تقویت. غلام رو نمیخواد تقویت کنیم جدی. این دوتا مهمن. بیشتر قزل باشه پیاده مهمه. اسب سوارامون هم بذار آخه ببینم یه کاری میتونم واسه شون بکنم یا نه. من بیام به اینا الان آرتلری بدم، اینا سرعتشون به فنا نمیره. میره دیگه، 16 کیلومتر میشه 4 کیلومتر. پس این کار اشتباهیه. من برای اسب سوارامون چی کار میتونم بکنم؟ لوجستیک کمپانی بدم بهشون. اورگانایزیشنشون رو به هم میزنه، همه چیزشون رو به هم میزنه. این میلیتری پلیس چطور؟ اینم باز ضررش بیشتر از سودشه. اینم چیز خوبی نیست برای اینها. فیلد هاسپیتال چطور؟ فیلد هاسپیتال گزینه خوبیه واسه حجی. این خوبه، اینو میدم بهشون. دیگه کوریکون چی؟ کوریکون دادش، کوریکون اینم خوبه ها واسه شون. اینم خوبه، آسیب چندانی بهشون نمیرسونه. اینم میدم. یه مقدارم تعداد اسباشو بیشتر میکنم دیگه، چاره ای نیست واقعا. اینم از این نیروی جدید گفتم نمیسازم. اینا رو یه مقدار ارتقا دادم تا ببینم چی میشه. جدی ببینیم چی میشه. سر عمان بچا ما شکست خوردیم، باورتون میشه؟ یک ساعت ویدیو گرفتم و سر عمان شکست بدی هم خوردیم و من واقعا روم نمیشه این ویدیو رو الان امروز واسهتون بذارم، ولی میذارم و ببینید و حمایت کنید. جدی تو کامنت های مقدار به من انرژی بدید. من دلم شکست، نباید اینطور میشد. این ویدیو اصلا نباید اینطور میشد. نمیدونم هم چی کار میشه کرد، ولی اینو خوب میدونم اوضاع مملکت اوضاع خوبیه. حداقلش توی این پارت دیگه ریسرچ ها رو تموم کردیم. اینجا تموم شده بچه ها، این ورد تموم شده. نیروی دریایی یه مقدار از این تجهیزاتش باقی مونده، ولی خود کشتیاش اینم انجام بدیم تمومه. این بخش آرتلری کامل تمومه، کف تمومه. این ور مونده و این ورم دیگه چیز خاصی نمونده، یعنی اینو انجام بدیم تمومه. حداقل تو این پارت خوشبختانه ما تونستیم ریسرچ ها رو بچه تموم کنیم. از لحاظ کانسترکشن هم خیلی اوضاعمون خوبه، یعنی همونطور که میتونید ببینید اوضاع بسیار خوبی داریم. من پاورا کجا رفتن؟ اولی رفتن برای نیروهای جدید و تقویت نیروهای فعلی. البته در هر صورت بچه ممنونم ازتون که این ویدیو رو دیدید. پارت بعدی قول میدم هر طوری که شده عثمانیو واسهتون جمع کنم. عثمانیو ببین واسهتون میخوام جمع و جور کنم. ببین چجوری بهت گفتم دیگه، من پاورم نداریم برای کلونی سازی. در هر صورت منتظر پارت بعدی بچه باشید. این پارت رو هم الان که دیدید دیگه به فراموشی بسپارید. پارت بعدی من شده بصره رو بگیرم، اینجا کلونی سازی بکنم، بیام عمانو بزنم. این کارو خواهم کرد، ولی عمان رو هم همزمان با عثمانی میزنیم. جدی دریایی نمیشه. یعنی خود نادرشاه چجوری رفت عمانو دریایی زده من درک نمیکنم، حداقل بازی نمیشه. ولی در هر صورت دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید. خیلی خیلی بچه‌ها دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی سی یو.